آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یا رب این تأثیر کوکب از تأثیر دولت از کدامین کوکب است. تا به گیسوی دست و دست ناسزایان کم رسد، هر دلی از حلقه ای در ذکر یارب یارب است. به عزیزان خیر مقدم عرض می کنم و سپاسگزارم از اینکه در این اوقات فوق العاده فرخنده و مبارک در این مجلس معنوی گرد آمده اند تا هم به عبادت بپردازند و هم ذکری از یکی از صالحان کنند، یکی از بزرگانی که محبوب خدا و محبوب پیامبر بود، یعنی امام علی علیه السلام. در شبهای و روزهای قدر قرار داریم و همچنین در ایام شهادت امام علی علیه السلام. دوستان فرهیخته ما نیک می دانند که این تقارن کاملا تقارنی تصادفی است، یعنی شبهای قدر به خاطر شهادت مولا شبهای قدر نشده است. شبهای قدر به خاطر نزول قرآن بر پیامبر در ماه رمضان، اون هم 50 سال قبل از تولد امام علی، شب قدر شده است. تجربه معنوی و روحانی پیامبر علیه السلام در غار حرا شب قدر او بود. در شب 24 یا 27 ماه رمضان بود که اولین اخگر وحی طالع شد و ریاضت‌های پیامبر نتیجه داد و عبادت‌ها و خلوت‌گزینی‌های او درهای آسمان رو به روی او باز کرد و برای اولین بار پیامبر دید که با او سخن می‌گویند و فرشتگان بر او نازل می‌شوند و نداها و نغمه‌هایی از عالم بالا به او می‌رسد. آن لیلة القدر وحی جلیل بود که شبهای ماه رمضان رو علل خصوص در دهه سوم رمضان بدل به شبهای قدر کرد، شبهای پرقدر یا شب قدرت، شبی که خداوند با عزت و قدرت خود بر پیامبر ظهور کرد و پیامبر دریافت که عالم رو قدرتی فرا گرفته است، فراتر از هر قدرت دیگری، و به همین سبب هر سال همون شب رو گرامی می داشت، به عبادت می پرداخت و برای تجدید تجربه روحانی و معنوی خود کارهایی رو که پیش از آن کرده بود تکرار می کرد. اون آیین‌ها و اون اعمال رو به پیروان خود هم آموخت و چنین شد که شب قدر ماندگار و پایدار شد و تا امروز هم با ماست. اختلاف کردن در این که چه شبی از شبهای ماه رمضان شب قدر است، اختلاف بی حاصلی است. اون چه که واقعیت دارد این است که مؤمنان از طریق ریاضت معنوی که بر خود تحمیل می کنند، یعنی روزداری، رفته رفته به آستانه قدسیت و آسمان نزدیک می شوند. و علل عموم در دهه سوم ماه رمضان است که نفس چنان طهارت و پاکی پیدا می کند که آماده ورود به فضای قدسی و ملکوتی عالم می شود و شب قدر مؤمنان قائم می شود. هستند کسانی که شب قدر آنها جلوتر از شبهای قدر رسمی است و هستند کسانی که هرگز در ماه رمضان شب قدر رو نمی بینند و تجربه نمی کنند و رمضانی و رمضانهایی بر آنها می گذرد بدون اینکه متاسفانه بهره چندانی از گرسنگی و تشنگی خود ببرند، گرچه ادای فریضه می کنند. در غیر ماه رمضان هم شب قدر می تواند حاکم و قائم بشود، بلکه همه عارفان هر دمی دعید کنند و هر شبی برای آنها قدر است و برای مردم عادی است که یک بار یا حتی کمتر از یک بار ممکن است در سال رخ بدهد. باری تقارن شهادت مولا علی با این شبهای قدر یک تقارن تصادفی است،
اما فرصت مبارکی برای شیعیان پدید آورده است تا در این شبها هم به خدا بیندیشند، هم به اولیاء خدا بیندیشند و هم به این شخصیت عظیم القدر نابغه که با هر استانداردی شخصیت فوق‌العاده است، یعنی امام علی علیه السلام، بیندیشند، به افکار او نزدیک بشوند، مصائب او رو بهتر دریابند، زندگی او رو بهتر بشناسند و از او الگو بگیرند و به جای ستایش محض بهتر بتوانند که نحوه زندگی او رو سرمشق زندگی خود قرار بدهند و علی رو معاصر خود کنند و ببینند و دریابند که چگونه میتوان در روزگار حاضر علیوار زندگی کرد. به همین سبب من سخنان امشب رو حول شخصیت این بزرگوار، خصوصا آنچنان که در نهج البلاغه ظاهر و متجلی شده است، قرار دادم. برای اینکه چنان زندگی ایشان پرحادثه است و چنان پاره قطعاتی از دوران حیات ایشان تیره و تار است و در گرد و غبار تاریخ محو شده است و اختلاف نظرهای فراوان پدید آورده است که درباره همه آنها به روشنی، به دقت و به صراحت سخن گفتن بسیار مشکل است. اما چیزی که ما به نحو ابجکتیو در اختیار داریم کتاب نهج البلاغه است که سخنان ایشان است، نامه هایی است که ایشان نوشتند، مواعظی است که از ایشان صادر شده است و در ضمن این کتاب در آمده است. گرچه که خود این کتاب هم محل تأمل است، یعنی چنان نیست که ما بتوانیم به صحت و وثاقت او در بست اعتماد کنیم و گمان کنیم که همه اونچه که در این کتاب گرد آمده 100% از مولا علی صادر شده است. مسائلی است که همیشه محل کلام بوده، امروزه هم برای شیعیان و پیروان اون بزرگوار باید مطرح باشد. با همه این احوال نهج البلاغه بهترین آینه است که در آن میتوان چهره علی رو دید، چهره یک انسانی که در آن واحد هم جنگجو و دلاور است و در این حال یک زاهد عابد خائف مطیع خداوند است، به طوری که جمع کردن اینها در کمتر کسی به راحتی میسر است. و این چهره های علی در طول تاریخ پروردگان مختلف هم داشته است، کسانی به این سو و کسانی به سوی دیگری میل کرده اند و در او چیزهای مختلف خوانده اند. علی علیه السلام همچنان که می دانید وقتی به دنیا آمد پیامبر 30 ساله بودند و وقتی که پیامبر مبعوث شدند علی 10-11 ساله بود و وقتی که پیامبر از دنیا رفتند 30-31-32 سالی بیشتر علی نداشت. در سن 20-21-22 سالگی بنابر اختلافات با فاطمه ازدواج کرد. فاطمه ای که با به درستی باز نمی‌دانیم که سن ازدواج او چقدر بود، 9 سال 10 ساله گفتن، 18 ساله هم گفتن، و این به سبب اختلافی است که در تاریخ ولادت فاطمه است. می‌دانید پیامبر علیه السلام 7 فرزند داشتن، 3 پسر و 4 دختر، و سه پسر قبل از وفات پیامبر وفات کردند، یعنی در طول حیات پیامبر از دنیا رفتند و اصلا به سن بلوغ و ازدواج نرسیده بودند و لذا از آنها فرزندانی بر جا نماند. اما 4 دختر پیغمبر پس از پیامبر هم بودند، دخترانی به نام امامه، ام کلثوم، رقیه و فاطمه. فاطمه آخرینشان و جوانترینشون بود، رقیه زیباترین آنها بود. 2 تا از این دختران نصیب عثمان شدند. عثمان خلیفه سوم که لقب او هست عثمان ذوالنورین، چون 2 تا از دختران پیامبر رو داشت، یعنی 2 بار داماد پیامبر شده بود. فاطمه نصیب علی شد و البته دختر دیگر پیامبر که امامه بود، اون هم به توصیه فاطمه به علی، پس از وفات فاطمه علی با امامه هم ازدواج کرد. فاطمه به علی توصیه کرده بود که برای نگهداری فرزندانش خاله اونها رو به ازدواج خود درآورد. البته پس از فاطمه امام علی ازدواج های بسیار کرد، بیش از 9 همسر داشت و
مجموعاً بیش از 30 فرزند دختر و پسر بر جای گذاشت. اما تا وقتی که فاطمه در حال حیات بود، البته با او، یعنی به سر او حبو نیاورد و ازدواج دیگری نکرد. مورخان اهل سنت البته نوشتند که در زمان حیات فاطمه و در زمان پیامبر، امام علی یک دو خواستگاری دیگر هم کرد که با مخالفت زهرا روبرو شد، من جمله خواستگاری از دختر ابو جهل، و پیامبر ظاهرا مخالفت کردند و به این ترتیب تا انتهای حیات پیامبر کسی همسر دیگری امام علی نداشت. اما پس از مرگ فاطمه البته همسران بسیار برگزید. باری علی وقتی که پیامبر از دنیا رفت، چنان که گفتم 30 چند سال بیشتر نداشت. فاطمه بنابر اختلاف اقوال یا 5 سال قبل از بعثت پیامبر یا 5 سال بعد از بعثت پیامبر به دنیا آمد. شیعیان در این باب سخنانی گفتن، کراماتی یا شاید افسانه هایی رو هم در انداختن که به اونها اعتماد زیادی نمیتوان کرد. از جمله گفتن که پیامبر وقتی به معراج رفتن، سال دوم بعد از بعثت پیامبر به معراج رفتن، در اونجا میوه سیبی به پیامبر دادن که اون سیب خورده شد و همان با نطفه زهرا در اونجا تکون یافت و به این ترتیب 5 سال پس از بعثت زهرا متولد شد. این به خودی خود اشکالی نداره، تنها اشکالش این است که اگر 5 سال بعد از بعثت زهرا به دنیا آمده باشه، سن خدیجه 60 سال خواهد بود و این 60 سالگی مشکل است قبول کردنش که زن بتواند حامل بشود و یک دختر سالمی به دنیا بیاره. اما وقتی که زهرا پس از بعثت به دنیا بیاد، اون موقع اون تاریخ درست در میاد که 9 ساله بود که همسر علی شد. اما اگر 5 سال قبل از بعثت، یعنی 10 سال جلوتر به دنیا آمده باشه، اونگاه زهرا 18-19 سالگی همسر علی در 22-23 سالگی شده است. این هم اشکالی ندارد، تنها اشکالش این استش که دختر در آن زمان تا 18 سالگی تو خانه پدر نمی‌ماند. معمولا 9 سالگی 10 سالگی دخترها به خانه شوهر رفته بودند. بسیار بد بود، بسیار نامرسوم بود که دختری بالاتر از سن 10 یا 12 همچنان شوهر ناکرده باشد. علی خان جزء ابهاماتی است که ما در این مسئله داریم و اونچنان مهم هم نیست. مهم این است که 4 فرزند فاطمه یا 5 فرزند برای امام علی آورد که فرزند پنجم گفتند که سقط شد و از دنیا رفت، و این 4 فرزندی که همه میشناسیم، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم، اینها باقی ماندند. ام کلثوم بنابر روایات همسر عمر شد و زینب همسر جعفر شد و حسن و حسین هم که پسران امام علی بودند که همسران خودشون رو داشتن و داستانهای خودشون. امام علی مرد بسیار دلیری بود در زمان پیامبر. هر جا یک واقعه مهمی رخ میداد یا جنگی که پیامبر احتیاج به یک قهرمان دلاوری داشت، چنان که سیره ابن هشام، سیره ابن اسحاق نشان میده، علی رو پیش میفرستاد و او میرفت و به خوبی از عهده کار برمی آمد. وقتی هم که فتح مکه شد، چنان که می‌دانید علی بود که پیش آهنگ لشکر بود و بت‌هایی رو که در خانه کعبه آویزان کرده بودند به دست ایشان سرنگون شدند و از میان رفتند و سوره براءت یا سوره توبه توسط امام علی در مکه خوانده شد و به این ترتیب در حقیقت سلطه پیامبر در مکه و سپس در کل حجاز استقرار و تمکین کافی پیدا کرد. در طول زندگی پیامبر، خب امام علی در سایه پیامبر بود، هیچ معلمی هم نداشت جز شخص پیامبر و در حقیقت بهترین شاگرد پیامبر بود، بهترین صحابی پیامبر بود. یعنی وقتی که ما تمام صحابیان پیامبر رو که بسیاری از اونها نامشون و آثارشون در تاریخ هست مورد مطالعه قرار میدیم، یک نفرشون به 100 کیلومتری امام علی هم نمیرسد. مردی که نه فقط در شجاعت بلکه در حکمت حقیقتاً درجه اول بود. نهج البلاغه با اینی استاندارد یک کتاب فوق العاده است و دوستان ما، عزیزان، پیروان امام علی حتماً باید با این کتاب عزیز انس پیدا بکنند.
نه فقط به لحاظ تاریخی، چون مسائل و وقایع تاریخی بسیار هم در اونجا آمده است، چنان که خواهم گفت، حتی آشنا شدن با درد دلهای امام علی و مصائب او، بلکه به لحاظ حکمت‌هایی که از این مرد بزرگ صادر شده است و در این کتاب که گزیده کلمات و نوشته‌های اوست نشسته است. یک عمر میتوان با این کتاب زیست اگر اهل بلاغت باشید شما. البته زبان کتاب عربی است، برای ما فارسی زبانان بلاغت آموز نیست، ولی ادبای از عرب بودند که میگفتند ما برای یاد گرفتن بلاغت و فصاحت و شیوایی در گفتار خطبه های علی رو حفظ میکردیم، تا اینکه اون گونه بلیغ سخن گفتن ملکه ذهن و زبان ما بشود. اما فراتر از مسئله بلاغت و شیوایی سخن، البته محتوا در صدر است، از آنها فراوان میتوان آموخت، چه در فلسفه سیاسی، چه در فلسفه دین و فلسفه سعادت که در آنها سخنان این بزرگوار میتواند برای همیشه راهنما و آموزگار ما باشد. من از یک موضع شیعی الان سخن نمیگویم، از موضع بیطرفانه سخن میگم که گویی کسی این کتاب رو برداشته و میخواند، که از قضا نهج البلاغه توسط اهل سنت کشف شد در دوران جدید. اولین کسی که این کتاب رو چاپ کرد مرحوم محمد عبده بود در مصر، که مورد انتقاد اهل سنت قرار گرفت، برای اینکه در نهج البلاغه انتقادهای شدیدی نسبت به خلفا هست و اهل سنت این رو بر نمیتافتند. قرنها در اصالت این کتاب تشکیک کرده بودند، از ابن خلکان شروع شده بود تا نویسندگان دیگری تا همین عصر حاضر، ولی محمد عبده به دلیل محتوای بسیار سنگین و پربار این کتاب قبول مسئولیت کرد و تیرهای طعنه رو به جان خرید و این کتاب رو به بهترین شکلی در جهان عرب و در جهان اهل سنت منتشر کرد، که تا امروز هم یکی از بهترین ادیشن های نهج البلاغه است. بعد از او بود که در میان ما فارسی زبانان، ایرانیان، شیعیان علی این کتاب شناخته شد، وارد شد و مورد توجه و بعد مورد ترجمه قرار گرفت. ترجمه های نخستین که خیلی عجیب و غریب بود، بیش از این که سخن علی باشه سخن مترجمان بود، که هر لابلای کلمات او چند تا پرانتز باز کرده بودند و حرفای خودشون رو اونجاها درج کرده بودند، تا امروز که ترجمه های بهتری در دست است. اما خواننده کجاست؟ خواننده کجاست؟ داننده کجاست؟ کسی که اینها رو بداند، کسی که اسلام علوی و نهج البلاغه داشته باشد، نه اسلام فقهی. این اون چیزیه که البته ما اون رو کم داریم و متاسفانه اعتنای زیادی به اون نمی‌شود. باری نهج البلاغه که بالاخره سخنان علی است، اینها در عموم این سخنرانی های علی که در نهج البلاغه آمده که بالغ بر 300 سخنرانی است، تقریبا در 5 سال آخر عمر ایشان آمده، یعنی وقتی که حاکم شد، و این از غرایب است. یعنی این بزرگوار گویی که تا اون موقع، چه در دوران پیامبر علیه السلام و چه تا دورانی که به حکومت برسد، ساکت بود، سکوت کرده بود و سخنی نمی گفت، و همین که بستگیت پیدا کرد و بر مسند حکومت نشست و با اون همه گرفتاری های دولتی و سیاسی و حکومتی سخنرانی هایی کرد که هر کدام مثل یک در شاهوار است. در دوران پس از پیامبر خب اتفاقاتی افتاد که محل کلام ما نیست و همیشه مورد نزاع شیعیان و اهل سنت بوده است. به هر حال امام علی خلیفه چهارم شدند و چندان اعتراضی هم به این مطلب نکردن. نهج البلاغه رو که خیلی ها ایراد گرفتن که این شیعیان ساختن و شریف رضی و شریف مرتضی ساختن، به نظر من یکی از دلایل خیلی قوی برای این که ساخت و پاخت شیعیان نیست، همین است که در سراسر نهج البلاغه یک جا هم از امیرالمومنین شما نمیبینید که استناد به حادثه قدیر کرده باشه. یعنی بگوید که ای مردم، ای مسلمین، ای شنوندگان سخنان و سخنرانی های من، مگر یادتون رفته که قدیری بود و در قدیر پیامبر من رو بر سر دست بلند کرد و من رو نسب به ولایت کرد؟ یک بار هم نه به صراحت و نه به کنایه به این نکته اشاره نرفته است. به همین دلیل اگر شیعیان میخواستن بسازن، لابد چنین چیزهایی رو درج میکردن. امام علی به هر حال، به هر دلیلی بود، خلیفه چهارم شد.
خب اختلافاتی هم با خلفا در ابتدای امر پیدا کرد. شما همتون شنیدید که امام علی تا 6 ماه پس از اینکه ابوبکر به خلافت نصب شد بیعت نکرده بود و به در خانه او ریختن، این مقدارش مسلم است، و از او خواستن که حتما بیاد چون یک شخصیت درجه اول برجسته پس از پیامبر بود و بیعت نکردن او معنای بسیار منفی برای خلافت نوپای اسلامی پس از پیامبر داشت. از او خواستن که بیاد. عمر تهدید کرد که خانه فاطمه را آتش خواهد زد. تا اینجا در روایات هست. ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه خانه فاطمه را آتش زدن. ما هیچ دلیل تاریخی نداریم برای اینکه به او اهانتی کردن یا دنده ها و پهلوی او را شکستن. اینا البته گفته شده است، اما حقیقت این است که به لحاظ تاریخی اصالتی و وثاقتی ندارد. خب قرنهاست که اینها گفته شده و دل شیعیان هم از این طریق به درد آمده و به دنبال او هم اتفاقاتی افتاده، نسبتهایی به خلفا داده شده و آتش کینه رو بین دو طرف شعله برتر کرده. بهتر است ما از اینها در بگذاریم و علل خصوص که دلیل قطعی و روشنی هم نداریم. از میان معاصران ما مرحوم شیخ فضل الله در لبنان که از مراجع بود، فقط او جرأت کرد که بگوید ما دلیل تاریخی روشنی بر این حادثه نداریم و به سر او چه آمد. از مرجعیت که افتاد هیچی، شبنامه علیهش در ایران پخش کردن، دعوت به ایران نکردن و او رو تا آخر عمرش منزوی کردن. فقط ابداع تردیدی کرده بود در این مسئله. من این رو اینجا عرض میکنم برای اینکه ما شیعیان در روزگار حاضر باید ذهنمون نسبت به این مسائل روشن باشه. در عقاید پیروی از روزخانها شرط نیست. در اینکه آیا در متن واقع و متن تاریخ چه اتفاقی افتاده و چقدر میتوان به نقلها اعتماد کرد، مخصوصا فتنه انگیز، نزاع انگیز، باید به یقینیات مراجعه کرد و تن داد و به امور محتمل که از اونها میتواند آتش فتنه برخیزد مطلقا وقعی نگذاشت. اما هرچه بود علی ظاهرا ناراضی بود و اما همکاری کرد با خلفا. در طول 25 سالی که سه خلیفه اول بر سر کار بودند ما فعالیت سیاسی چندانی از علی نمیبینیم. تنها یک مورد است که عمر در طول جنگ های بیرون از مرزهای حجاز، وقتی که لشکریان اسلام به اردن و فلسطین امروزی رسیده بودند و عمر خودش بلند شد و رفت اونجا برای تقویت روحیه سربازان مسلمان، امام علی رو جانشین خودش شهردار شهر مدینه یا والی مدینه گماشت تا برگردد. همین مقدار بیش از این نبود. علی در این مدت بیشتر مشغول فعالیت های کشاورزی بود، باغبانی بود، چشمه در آب از زمین در می آورد و نخلستان ها را آبیاری می کرد و می توان گفت که قدری وضع مالی بهتری پیدا کرده بود. در زمان پیامبر و خصوصا هنگام ازدواج بسیار تنگ دست بود، بسیار تنگ دست بود و حتی باعث شده بود که یک دوباری هم فاطمه به پیامبر شکایت ببره برای اینکه زندگیشون بسیار به سختی میگذشت و علی درآمد چندانی نداشت. حتی یک بارم از پیامبر خواسته بود که یکی از بردگان رو به اونها بسپارد تا در خانه کمک فاطمه باشه و پیامبر موافقت نکرد. با همه این احوال بعدها خب علی شناخته تر شد و کارآتر شد و توانست که زمین‌های بیشتری رو به دست بگیره، گرچه که از فرط زهدی که داشت وقتی که چشمه‌ای رو میشکافت و نخلستان رو آبیاری میکرد میگفت بشر الوارث، به وارثای من بشارت بدید برای اینکه اینا برای اونا باقی خواهد ماند، من طمعی و چشمی به مال دنیا ندارم. باری فاطمه از دنیا رفت و این یکی از البته حوادث بسیار اندوهبار زندگی علی بود. من یک بار دیگه در اینجا درباره ایشان که سخنرانی میکردم اشاره کردم که با همه عظمتی که این مرد داشت، با شخصیت واقعا فوق‌العاده‌ای که داشت، اما یکی از افراد بسیار ناکام تاریخ بود. برخلاف پیامبر اسلام که مرد بسیار موفقی بود و این موفقیت او کام او رو شیرین کرده بود. موفقیت پس از موفقیت، تنها اگر یک شکست که جنگ احد بود
این رو شما کنار بگذارید که اون رو هم پیامبر با سعی صدر هضم کرد و به جلو نگاه کرد و پشت سر گذاشت اون حادثه رو، تمام زندگی او چه در دورانی که یک تاجر بود، یک بازرگان بود، و چه در زمانی که پیامبر بود پس از بعثت، پر از موفقیت بود. و وقتی که چشمانش رو برهم نهاد و از دنیا رفت، به چشم سر و به چشم دل میدید که تمام حجاز برای او در دست او قرار گرفته، همه مخالفانش تسلیم او شده اند، و حتی میدید که سربازان او و لشکریان او به بیرون از حجاز هم خواهند رفت و این رو به زبان آورد. اما علی از وقتی که پیامبر از دنیا رفت ناکامی ها شروع شد. اولینش مسئله خلافت بود که به او ندادند، و خود او هم البته چندان طمع نکرد، چندان جوش نزد، و به پاره از کسانی که رفته بودند و او رو ترغیب می کردند که برخیزد و خلافت را از چنگ دیگران در آورد، گفت که این میوه نارسیده است و من صبر می کنم تا این میوه برسد. این نکته بسیار 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 مهمی است که برای حل پاره از مسائل کلامی هم به کار ما می آید، ولی خب جای طرح و بحثش اینجا نیست. به هر حال اونقدر صبر کرد تا این میوه رسید. میوه کی رسید؟ 25 سال بعد که عثمان کشته شد و مردم هجوم آوردن به طرف علی، به طوری که خودش در نهج البلاغه میگوید که یعنی سالون علیه که عرف زبا حتی شقه ادفاع یا بوت الحسنان، چنان به من هجوم آوردن که جامه های من پاره شد، حسن و حسین زیر دست و پا له شدن، و این چنین بود که از من میخواستن که دست قدرت از آستین خلافت بیرون بیاورم، اما وقتی که بر مسند خلافت نشستم، نکست طائفتون و مرق اخرى و قست آخرون، یکی ناکسین شده، یکی قاستین شده، یکی مارقین شد، هر کدوم به راهی رفتند و مرا تنها نهادند. در مرد ناکامی بود، همسرش هم که از دنیا رفت، خب نهایت دشواری روحی برای او پدید آورد. به هر حال همسر جوانی بود، 4 فرزند یا 5 فرزند از او داشت، در آغاز زندگی پس از پیامبر بود، و سخنانی که در نهج البلاغه داره وقتی که زهرا رو دفن میکرد نشان از شدت اندوه این مرد میده، و اونجاست که بیان میکنه، میگه من حزنم اندوهم هرگز پایان نخواهد پذیرفت، اما لیلی فمسحد، اما حزنی فسلمد، و ستونب و کبنتو که به تظافر و امتی که علا هزمه ها. به پیامبر میگه، میگه دخترت وقتی میاد پیشت به تو خواهد گفت که امتتو با او چه کردن. خب این دشواری ها برای خود او بود، برای فاطمه بود. بعد هم که خب مسائل سیاسی روزگار بود، اما خودش رو کنار نگه داشت. گفتم در هیچ فعالیت سیاسی شرکت، در هیچ جنگی شرکت نکرد. در از زمان ابوبکر خصوصا جنگ ها آغاز شده بود، جنگ های رده که آغاز شده بود، ولی لشکرکشی های مسلمانان به کشورهای دیگه، به اونجایی که ما امروز خاورمیانه مینامیم، یعنی به ایران، به مصر، به اردن، به فلسطین، به عراق، به همه این جاها لشکرکشی، و ظرف 20 سال مسلمان ها خاورمیانه رو تماما فتح کردن. احتمالا در این لشکرکشی ها حسن و حسین هم اونچنان که در تاریخ طبری هست در بعضی جاها شرکت داشتن، اما خود علی مطلقا شرکت نکرد و چنان که گفتم کار خودش رو میکرد. ما اطلاع زیادی نداریم که ایشون در این ایام چه میکرد. گفتن مشغول جمع‌آوری قرآن بود، گفتن کارهای دیگر میکرد، کارهای کشاورزی میکرد. اما در اواخر دوران عثمان خود امام علی فعال شد. ما قصه نقش امام علی در ماجرای عثمان رو باز به درستی نمی‌دانیم. معاویه چنان که می‌دانید پیراهن عثمان فراهم کرد، یعنی گفت که علی در قتل عثمان شرکت داشته، و دائما به علی میگفت که کشندگان عثمان رو تحویل من بده. امام علی نمیتونست این کار رو بکنه. یک دایلما، یک مخمسه عجیبی براش پدید آمده بود، برای اینکه پاره ای از این کشندگان عثمان جزو اصحاب او بودن، جزو دوستان او بودن. از آن طرف متهم بود به اینکه یه جوری شرکت داشته در قتل عثمان. امام علی چنان که در نهج البلاغه است و براتون خواهم خوند،
ایشون اجمالا اشاره کرد که من نه آمر بودم نه ناهی، نه دستور دادم که برون و عثمان رو بکشن و نه نهی کردم کسانی رو که میرفتن او رو بکشن، من بی‌طرف ایستادم و نظاره‌گر. خب این ماجرا ماجرای بسیار بزرگی بود. در نهج البلاغه چنان که ما میبینیم، خب امام علی خودش میگه من رفتم پیش عثمان و به او گفتم که فلانی، من انقدر از تو دفاع کردم که میترسم نزد خدا گناهکار باشم، دست از این کارات بردار، این اقوام ناشایستی رو که دور خودت جمع کردی اینا رو از خودت دور کن، این فساد مالی که به بار آوردی، این والیان فاسدی رو که بر شهرهای مختلف گماشتی اینا رو بر کنار کن. عثمان البته گوش شنوایی نداشت، مرد نسبتاً کم اراده هم بود و چنین بود که اون شورشیان از مصر و از جاهای دیگه آمدند و چنان که میدانید داستان خیلی غم انگیزی است، دور خانه عثمان رو چندین روز محاصره کردند و نهایتاً هم به داخل خانه ریختند و عثمان رو گفتند که مشغول خواندن قرآن بود، او رو کشتند. جسدش تا مدتی بیرون افتاده بود و کسی اصلا جرأت دفن او رو نداشت. خلیفه سوم پیامبر اینطوری از دنیا رفت. علی در مشکل عظیمی بود در این وقت، یعنی به تدریج پای او به سیاست کشیده میشد. عثمان نامه نوشت برای علی که در تاریخ هست و این شعر رو در اونجا آورد. این شعر هم قصه ای دارد: و این کنتو معکولا فکن خیر آکلی و الا فادرکنی ولما امزقی. گفت آقا اگه بناس من خورده بشم تو بیا منو بخور، تو خورنده من باش، و الا تا من رو تکه تکه نکرده اند بیا و من رو نجات بده. خب امام علی فرزندانش رو فرستاد، آب فرستاد برای عثمان. خب او رو از همه چیز محروم کرده بودند و مثل محاصره قطر اونم منزلش رو محاصره کرده بودند، نه آبی نه غذایی نه چیزی، اما به هر حال اینا مؤثر نبود. یک جمله خیلی مهمی امام علی در نهج البلاغه دارن، میگن که و انا جامع لکم امره، من ماجرای عثمان رو برای شما جمع بندی میکنم. استعصر فاساء الاسره و جزعتم فاسعتم الجزع ولله حکم واقع فی المستعصر والجازع. گفتن که عثمان استیصار کرد، یعنی همه چیز رو برای خودش خواست، به طرف خودش کشید همه ثروت ها، همه زمین ها، همه قدرت ها رو. و جزعتم فاسعتم الجزع، شما هم تندروی کردید، شما هم به روش نیکی با او مقابله نکردید، پا رو از دایره اقتدال بیرون گذاشتید. ولی الله حکم واقع فی المستعصر والجاز، و خداوند یه قانونی دارد، هر جا کسی زیاده روی می کند و همه چیز رو برای خود می خواهد و دیگرانی که در مقابل او هستند تون روی می کنند و خشمگین می شوند، یک اتفاقی می افتد، یه قانونی داره خدا، یعنی همون اتفاقی که افتاد، مردم تحمل اون استیصار رو، اون انحصار طلبی ها رو نکردن و لذا اون قتل اتفاق افتاد. در نهج البلاغه هست که امام علی باز تو خود نهج رفت پیش عثمان و گفت من از پیامبر شنیدم که در این قوم خلیفه ای کشته خواهد شد و پس از اون خونریزی ادامه خواهد یافت، من تو رو برحذر می دارم از اینکه اون خلیفه تو باشی. خب این پیشبینی ها رخ داد، ولی به هر حال عثمان کشته شد. پای علی حسابی به سیاست کشیده شده بود، بعد از 25 سال مجبور بود که اولا در قصه عثمان موضع گیری بکنه، ولی چنان که خود او آشکارا میگوید نه نه گفت و نه آری و نظارگر بود، و از اون طرف هم پس از قتل عثمان مردم هیچ کسی دیگه ای رو نداشتن و چنان که خود ایشان گفت میگه مثل یالهای دور گردن کفتار، یعنی سالون علیه که عرف زبو، این طوری به طرف من هجوم آوردند و من رو محاصره کردند و از من خواستند که من به مسند خلافت بنشینم. علی خودش رو در واقع، یا بگم مردم خودش رو، در خور خلافت خیشتن نمی دانست. معتقد بود که وقت او نرسیده، هیچ وقت هم نرسیده، نه قبلا و نه حتی وقتی که به سراغ او آمدند. برای اینکه
وقتی که سخن میگوید در نهج البلاغه و در جاهای دیگه کاملا نشان میدهد که طرف مقابل قدرت درک او را ندارد. وقتی که در همین پس از مرگ عثمان سراغش رفتن، ایشون گفت دعونی ولتمسو غیری، برین سراغ یک کسی دیگری. فانی لکم وزیرن خیر من کنی لکم امیرن، من وزیر باشم بهتر است از این که امیر باشم. من ترجیح میدم که مشاور باشم. یک خلیفه دیگری رو انتخاب کنید. ببینید هیچ از حق الهی سخن نگفت، از قدیر سخن نگفت، از نسب به ولایت توسط پیامبر سخن نگفت. اصلا خیلی جامعه شناسانه و خیلی سیاست مدارانه گفت من شرایط رو مساعد و مناسب نمیبینم برای اینکه بر شما حکومت کنم، سراغ کسی دیگری برید و من در سمت مشاور باقی خواهم ماند، مشورت میدم و از این کار دریغ نمی کنم. اما خب اوضاع چنان طوفانی بود و چنان قحط الرجال بود و علی چنان شخصیت درخشانی بود که از او دیگه نمیتونستن دست بردارن و لذا بر او واجب شد که بر مسند ریاست بنشیند. خب از اینجا ما کم کم وارد نهج البلاغه میشیم و سخنانی که ایشان در باب سیاست گفته، یعنی از وقتی که چنان که گفتم به امارت و حکومت نشست گویی نطقش باز شد. ما نزدیک 300 سخنرانی که در نهج البلاغه داریم و بسی بیش از اینها بوده و این تازه گزینش مرحوم شریف رضی است. این در همون 5 سال آخر عمر امام علی است. حدود 100 نامه داریم که ایشون نوشته است به معاویه، به والیانی که این طرف و اون طرف بر شهرها گماشته بود، اینا در همون وقتها از ایشان صادر شده یا به دست خودشون نوشته شده است. فوق‌العاده است. در زمان ما آقای محمد باقر بهبودی که ترجمه از قرآن هم داشتن، ایشون دیگر سخنان و نوشته های امام علی رو هم در 8 جلد جمع‌آوری کردن. یعنی اون 6 جلدی که مرحوم شریف رضی فراهم کرده است، 8 جلد دیگه هم به او افزوده شده است. در مورد همه اینها میتوان البته تردیدهایی کرد که تردیدهای هم وجود داره، ولی مجموعه اونها فوق‌العاده است. هیچ یک از امامان شیعه اینقدر پروداکتیو نبود، هیچ یک از امامان شیعه چنین سخنران درجه اولی نبود است. حتی در سلسله امامان علی نابغه است، یعنی از همه برتر می نشیند، بر صدر می نشیند. هر کدام فضیلت خود، بزرگی خود و عظمت خود را داشتن، ولی حقیقتا علی نسبت به همه اونها چند گام پیشتر است از هر حیث که شما حساب بکنید. و خب چنان که گفتم ما امروز با محصول زندگی او که همین سخنرانی های او، خطبه های اوست و نوشته های او روبرو هستیم که هر کدامشون، هر بابشون مثل یک گلستان است که به روی ما گشوده می شود. نهج البلاغه رو کسی به نام شریف رضی فراهم کرده است. شریف رضی یکی از شیعیان بزرگ، از علمای بزرگ شیعه و از شعرای بزرگ شیعه در قرن 4-5 هجری است. من این قرن 4-5 هجری رو هم یک توضیحکی برای شما بدم. ببینید شیعیان در پناه 2 دولت در طول تاریخ اسلامی رشد کردند و نشاط یافتند و تولیدات خودشون رو به عمل آوردن. یکی در دولت آل بویه بود و دیگری در دولت صفویه. در دولت آل بویه بود که این بزرگانی که ما اینا رو فقیهان و متکلمان درجه اول شیعه میدانیم، یعنی شیخ طوسی، یعنی شیخ صدوق، یعنی شیخ مفید، یعنی شریف رضی، یعنی شریف مرتضی، اینا در همون دوران بودن و زندگی کردن و آثارشون رو پدید آوردن. مهمترین کتاب‌های شیعی متعلق به همین دوران است. یکی از مهمترینشون قدری جلوتر است که کافی باشه، اما 3 کتاب دیگه، کتاب تهذیب باشه و استبصار باشه و من لایحضر الفقیه باشه، اینا همه متعلق به این دوران آل بویه است. آل بویه در واقع تشیع رو چنان که ما امروز میشناسیم ساختن. نمیگم ساختن به معنای اینکه بافتن، ولی شکل و صورتی به او دادن که تا اون موقع شکل و صورت را نداشت. توسط آل بویه بود که برای اولین بار به در و دیوار
مساجد و دیوارهای شهر بغداد لعن بر خلفا نوشته شد. قبلا چنین چیزی نبود. در دوران آل بویه بود که اشهد ان علی ولی الله توی اذان وارد شد و در دوران آل بویه بود که عید قدیر جشن گرفته شد. در دوران آل بویه بود که عاشورا با عزاداری همراه شد و شیعیان بیرون آمدن و عزاداری کردن. بغداد دو تا محله مهم داشته که محله کرخ و یکی محله رصافه. کسانی که با ادبیات عربی آشنا هستند میدانند که بسیار تو ادبیات عربی از محله کرخ بغداد یاد می شود که این محله کرخ شیعه نشین بود، همون جایی بود که مرحوم شیخ طوسی اونجا زندگی میکرد و دیگران. بارها هم مورد تهاجم اهل سنت قرار گرفته بود، کشت و کشتار شد، خونه شیخ طوسی رو آتش زدن و کارهای دیگه شد. شیعیان هم البته کارهای میکردن، اهل سنت رو تحریک میکردن و این دعواها متاسفانه مثل کاتولیک ها و پروتستان ها در قرن چهارم و پنجم رخ میداد. اما در این حال دوران ازدهار، یعنی دوران ثمربخشی و درخشندگی شیعیان هم بود، یعنی بهترین کتاب ها در اون موقع نوشته شد، از جمله نهج البلاغه که شریف رضی اون رو تهیه کرد. شریف رضی یک ادیب درجه اول است، دیوان شعری دارد فوق العاده است این دیوان. من در جوانی توفیق داشتم که پاره از اشعار رو بخوانم و به خاطر بسپارم. شعرهای البته دشواری است برای اینکه عربی ده قرن پیشه و شریف رضی هم که خب ادیب درجه اول است. با همه این احوال حتی امروز هم سخنان او درس آموز است. ایشان به جمع آوری سخنان امام علی پرداخت. خب این جمع آوری در این دوران که صورت گرفت سوال انگیز شد. بعدن اهل سنت تردیدها کردند که احتمالاً اینا رو خود شریف رضی نوشته است، برای اینکه او یک ادیب درجه اول بود، معتقد بودند که اینها ساخته و پرداخته خود او و برادرش شریف مرتضی است. این تردید الی زمان ناهازا وجود داره، اما خوشبختانه در دوران ما یکی دو نفر محقق دنبال اسناد نهج البلاغه رو گرفتن، چون کتاب نهج البلاغه بی اسناد بود، بی سند بود، دنبالش رو گرفتن و خوشبختانه سند بسیاری از اون روایاتی که آقای شریف رضی در نهج البلاغه آورده پیدا کردن. یعنی معلوم شد که اکثریت اونها قبل از رضی وجود داشته. البته نسخه ها قدری هم مختلف است و اینا دیگه کارهایی است که باید آیندگان با دقت بیشتری انجام بدن، اما تو تواریخی که قبل از قرن چهارم و پنجم نوشته شده بود مقدار زیادی از اون نوشته ها و خطبه ها و رسائل موجوده و لذا اصالت نهج البلاغه تا حدودی امروز مشخص شده و مورد اطمینان قرار گرفته است. این نهج البلاغه است که خب ما الان از او سخن میگیم و میکوشیم که پاره‌هایش رو اینجا بخوانیم و با اندیشه امام علی آشنایی بیشتری حاصل کنیم. اولین نکته‌ای که من مایلم در اینجا بگم همین است که این نهج البلاغه البته با معیار بلاغت انتخاب شده، یعنی انتخاب کننده شخصی بوده ادیب و دنبال کلماتی، جملاتی و سخنانی از مولا رفته است که از حیث ادبی در قله بلاغت نشستند و لذا لزوماً همه اون حکمت‌های درجه اول رو در بر نگرفته است. دیدگاه جناب جمع کننده و گزیننده بوده است و اگر کسی دیگری بود و این گزینش رو انجام میداد ای بسا ما با یک کتاب دیگری با ماهیت دیگری روبرو بودیم. در خود نهج البلاغه خب علی میگه نحن امراء الکلام، ما امیر کلامیم، یعنی ما فرماندهان سخنیم، این سخن در دست ما مثل موم میمانه. خود او هم میدانست که مردیست که در مقام سخنوری زبردست است و درجه یک است و خب بیهوده نبود که دل ادبای عرب رو میبرد، بیهوده نبود که چنان که گفتم حفظ میکردن تا اینکه نطقشون گشوده شود و بتوانند سخن بلیغ بگویند.
در نسل براق علی هم احوال شخصی خودش رو زیاد آورده، درد دلهای خودش رو آورده و هم اندیشه های بلند خودش رو آورده. یکی از نکات جالب این است که میگه وقتی پیامبر از دنیا رفت روی دست من آخرین نفس رو کشید، و این از عجایب است چون در روایات اهل سنت است که پیامبر سرش بر دامن عایشه بود و از دنیا رفت. این روایت های متخالف و متقاطع فراوان است که هر قومی چیزی رو به خودشون نسبت دادن و این نزاع‌ها در طول تاریخ ادامه داشته. اما خب ما اگر کلام مولا علی رو اینجا سند بگیریم، خب قاعدتاً باید چنین چیزی باشه، یعنی ناظر وفات پیامبر. همچنین تلخ کامی علی یک چیزی است که تو تمام نهج البلاغه موج میزنه. کتاب جدی یا کتاب عبوسی است نهج البلاغه، یعنی شما وقتی که این کتاب رو میخونید هر جا که آهی از دل مظلوم این مرد برمیخیزه آه سوزان است. یعنی حکایت از این میکند که در میان بد قومی گرفتار آمده بوده، نه تنها قدر او رو نمیدانستن که هیچ، و نمیدانستن که چه گوهری در میان اونهاست، سخنانش رو هم گوش نمی کردن، وظیفه خودشون رو هم در مقابل حکومت انجام نمی دادن. یکی از سخنان جالب ایشون این است، میگه انگامی که ضربتی خورده بود و دیگه آخرین دقایق حیاتش بود، گفت که همینطور که نشسته بودم چشمم گرم شد، سنحتنی عینی و انا جالسون فسنحنی رسول الله، یه دفعه پیامبر بر من ظاهر شد پس از اینکه چشمم گرم شده بود. همونجا شروع کردم به شکایت، گفتم آقا ما زالقیت و من امت که من العبد ولدت، گفتم از این امت تو من خیلی کجی دیدم، خیلی خصومت دیدم، پدر منو در آوردن، جگر منو خون کردن. همونجا گله ها شروع کردن، گفت آقا پیغمبر وقتی نارو شنید گفت ادعا علیهم، نفرینشون کن اگه اینقدر دلت پره. گفتم ابدلنی الله به هم خیرم من هم و ابدلهم بی شرم منی، خدایا به جای اونا یه بهتر از اونها رو به من بده، به جای من یه بدتر از من رو به اونها بده. و اون بدتر از او همون معاویه بود که بعدا سرکار اومد و خود علی هم در نهج البلاغه گفتش که سیظهر علیکم رجل مندهق البعد رحب البلعوم، بعد از من میبینم یک آدم گلوگشاد شکم گندهی بر سر شما حاکم خواهد شد، و این همون معاویه بود که پر میخورد. و بعد گفت به شما خواهد گفت که به من دشنام بدید و از من براءت بجوید، اما البراءت فلا تبرؤوا منی، براءت از من نجوید، برای اینکه من اولین کسی بودم که مسلمان شدم، من کسی بودم در رکاب پیامبر جنگیدم، از من براءت نجوید، اما دشنام بدید، اشکالی نداره، قلبتون که با زبانتون یکی نیست، مجبوراً ناسزایی از شما میخواد بگید طوری نیست، اما به دل از من براءت نجوید. در زمان پیامبر این چنین بود. در نهج البلاغه تلخ کامی علی چنان که گفتم همه جا هویداست. وقتی که دعوت میکرد قوم خودش رو به جهاد، یک خطبه مفصلی در نهج البلاغه از خطبه جهادیه، اونجا ایشون میگفت که شما رو من هر وقت میخوانم برای جهاد، چون تمام این 5 سال آخر عمر علی در جنگ گذشت، تمامش در جنگ گذشت، و جنگ صفین بود، جنگ نهروان بود، جنگ جمل بود، همه اینها، و اصلا وقتی براش باقی نمانده بود که گفت ابلیس کی گذاشت که ما بندگی کنیم، این جنگا کی گذاشت که حکومت کنه، که ریاست کنه، هدایت کنه مردم. گفت من شما رو تو تابستون به جنگ میخوانم میگید گرمه، تو زمستون میخوانم میگید سرده، پس کی وقت جنگه؟ و بعد وقتش درد دل شروع شد. یا اشباه الرجال ولا رجال حلوم الاطفال عقول ربات الحجال لودت تو ان لم ارکم ولم اعرفکم معرفتن والله لقد عقبت ندمن و عذبت صدما. گفت ای نامردها، ای مرد نمایان، کاش من اصلا شما رو نشناخته بودم، کاش با شما آشنا نشده بودم، شما دل منو پرخون کردید، شما جگر من رو چرکین کردید. این سخنان رو با اونها میگفت و نشان میدهد که به یأس، به استیصال رسیده بود و این تلخی ها در کلام او همه جا ظاهر می شد. چه وقتی که به قول خودش پیامبر رو
میدید و چه وقتی که سخنرانی میکرد و با مردم خودش حرف دل خودش رو میزد. یه خطبه در نهج البلاغه هست به نام خطبه شقشقیه که مهمترین خطبه است که مورد اختلاف شیعه و سنی است. در این خطبه ایشون انتقاد صریح از خلفای سگانه کرده است و خلاصه حرفش هم این است که اینها قبایی رو به تن کردن که به تنشون نمیخورد، ناب اندام بود و تقدمس ابن ابی قحافه و انه لا يعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا ينحدر عن السيل ولا يرقى الى يتيم. توضیحات زیاد میده، مخصوصا در باب خلیفه سوم زبان ایشون خیلی تند میشه، خیلی تند میشه. به همین دلیل هم بعضیا گفتن احتمالا این خطبه از امام علی نیست، بعضی هم گفتن شاید یک سخنرانی خصوصی بوده در جای کرده، خب بعدن عمومی شده، یعنی نقل کردن برای دیگران. در اواخر خطبه که ایشون همین طور گرم شده بود و پیش میرفت و میگفت و میگفت، یک مرتبه یک کسی من اهل سواد نه از اهل عراق بلند شد، نامه به ایشون داد، یه ظاهرا درخواستی داشت و ایشون هم شروع کرد به نگاه کردن نامه، از اون جوشش فرو افتاد. ابن عباس میگه که من اونجا بودم، گفتم آقا ادامه بدید، ادامه بدید. ایشون گفت نه دیگه، من از جوشش افتادم، شقشقتون هدرد، کف بر لب آورده بودم ولی دیگه فرو خوردم. و ابن عباس میگه که من بر ناتمام ماندن هیچ سخنرانی اونقدر افسوس نخوردم که بر اون سخنان. در اون سخنرانی خب ایشون اصول حکومت خودش رو بیان میکرد، یعنی غیر از گله هایی که از اون خلفای پیشین کرد وارد اصل مطلب شد. گفت اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء لا یقار و علی کزت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولا سقیت آخرها بکس اولها ولالفیت دنیاکم هذه عندي از هدم افتت انز. چندین جا علی تو سر دنیا زده که این دنیا نزد من خیلی خاره، یکیش همین جاست. میگه من به سه دلیل خلافت رو پذیرفتم، قسم به خدایی که دانه رو میشکافد، قسم به خدایی که آدمیان رو آفریده است، اگر حضور حاضران نبود، اگر بیعت مردم نبود و اگر پیمانی نبود که خدا از عالمان گرفته که هنگام گرسنگی مظلومان و هنگام درندگی ظالمان ساکت نشینند، اگه اینا نبود من اعتنا نمی کردم، من مثل همون روز اول خلافت رها می کردم و شما می دیدید که این خلافت نزد من مثل عطسه یک بز زکامی است. حالا این تعبیرات خیلی جالب و شاعرانه هم هست، ولی الفیتم دنیاکم هذه عندي از هدم افتت انز. در جاهای دیگه، یعنی این بدبینی که من میگم در جان علی بود، در یه جاهایی به کنارگیری هم حتی منتهی میشد، در جاهای دیگه تعبیرات خیلی تندتری داره. من اوراق خنزیر فی ید مجزوم، این دنیا نزد من پستر است از استخوان خوک در دست یک آدم جزامی، یعنی ناگوارترین، تنفرانگیزترین احوال رو بیان میکنه برای اینکه بگه من چنین نسبتی با این عالم دارم و لذا اگر پام رو میگذارم بنابر وظیفه است و بنابر تکلیفی است که از ناحیه خداوند به من شده است. تلخکامی علی خب حدی نداره، همه جا چنان که گفتم توی نهج البلاغه گسترده است، نشان میده که از زندگی، از مردم خودش راضی نیست. با همه این احوال در نهج البلاغه چهره یک عابد ظاهر می شود، آدمی که درد دلاش رو با خدا می کنه، آدمی که وقتی که از او سخن میگه یک مرتبه مثل این که تمام درهای راحتی به روی او گشاده می شود، آدمی که مرگندیش است و اندیشه به مرگ دشواری ها رو فوق العاده بر آنها آسان می کنه. در احوال ایشان نوشتن که هر شب از خانه شون یک بانگی بلند می شد
و به محله‌های اطراف صدای علی می‌رسید و این جمله را می‌گفت: تزودوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل. پوشه برگیرید، صدای مرگ بلند شده است، آمده اند و صدا می‌زنند که بار ببندید و روانه شوید. هر شب این فریاد رو می‌زد و این ندا رو می‌داد. یادآور پیامبر است علیه السلام، وقتی که اون آیه انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا نازل شد، که خداوند میخواد شما اهل بیت پاک باشید، میخواد شما رو تطهیر کنن. در حکایات نوشتن خب خونه زهرا خیلی نزدیک خانه پیامبر، ابتدا دور بود در مدینه، بعدا نزدیک در آمد، یکی از اهل مدینه خونش رو بهشون بخشید. میگن پیامبر هر روز صبح اول وقت میمد پشت در خونه زهرا و علی، همین آیه رو میخونه، بلند شید نمازتون رو بخونید، بعد این آیه رو میخونه، گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا میخواد شما پاک باشید، خدا رو از یاد نبرید، یادتون باشه نقشه خدا و برنامه خدا اینه، بلند شید بلند شید نخوابید. اما خب علی احتیاجی به این یادآوری ها نداشت، خودش 80 قدم جلوتر از اینها بود. شبها همیشه این بانگ رو برمی آورد: تزودوا رحمکم الله، رحمت خدا بر شما، توشه بردارید، زاد بردارید. بانگ رحیل در انداختند. هر کدوم ما ممکن است که امشب یا فردا شب یا شبهای بعد رخت بربندیم و از این جهان برویم. در نقش البلاغه سخن از مرگ بسیار زیاد است، خیلی زیاده. اولا خب نشان میده که این مرگندیش بود، یعنی این حادثه مهم در زندگی آدمی برای او واقعا مهم بود و این رو کوچک نمی گرفت، برخلاف اونچه که امروز عادت ما شده است که به این مطلب فکر نکنیم و فکر میکنیم که این زیرکی ماست که فکر نکنیم. در روایات هست، در معجزه البیضا هم آمده است که اکیس الناس، زیرکترین مردم کسی است که اکثرهم ذکر للموت، که بیش از همه یاد مرگ میکنند، و اشدهم استعدادا له، و از همه هم بیشتر آماده مرگ. فراوان شما در نهج البلاغه این نکته رو میبینید، مردی که به این واقعه مهم در زندگیش میاندیشه. و همین دلیل هم وقتی که میامدن و ایشون رو به بعضی از حرکات دعوت میکردن، میگفت فکر نکنید که من از ترس مرگ که به اینها اقدام نمیکنم، من با مرگ خیلی مانوسم، من مسائل دیگری دارم که نمیتوانم دعوتهای شما رو بپذیرم. خب این به هر حال یک چهره کلیست، یک مرد ادیب تلخکام مرگندیش. چنین چهره ای رو شما در نهج البلاغه در بدو ورود میبینید. اما چنین شخصیتی درگیر سیاست هم شده و در این درگیری با سیاست خب فقط پراگماتیست نیست، یعنی پرینسیپل داره، اصولی داره برای عمل، و این اصول فوق العاده مهمه. فقط هم اونا نیست که تو نامه مالک اشتر نوشته شده است. خب نه، همه جای نهج البلاغه پخش است. من الحمدلله توفیق داشتم هم خطبه متقین رو که از اهم خطب این کتاب بزرگ ترجمه کردم، شرح کردم، و هم نامه امام علی به فرزندش امام حسن رو. در اونجا خب توضیح دادم طرز فکر امام علی رو. یکی از اون حرفای قلوامیزی که ما میزنیم بین خودمون اونجا ها وجود نداره، و مثل یک انسان عادی ایشان نشسته و درباره خودش، درباره زندگی سخن میگه. بعد از اینکه به ایشون ضربه زدند و دیگه روز یک یا دو روزی به شهادتشون مونده بود، باز علاوه بر اون خوابی که دیدند و پیغمبر را دیدند، یک سخنرانی کوتاه هم در باب مرگ کردن. اون سخنرانی خیلی جالبه، باید برید بخونید. من وقتی دانش آموز دبیرستانی بودم، اولین کار من روی نهج البلاغه ترجمه این سخنرانی کوتاه پس از ضربت خوردن. نکته های خیلی عالی در اونجا ایشون داره، یکیش همینه، میگوید که من در باب مرگ خیلی اندیشه کردم. کم اطردت الایام ابحث عن مکنون هذا الامر، چه روزها سپری شد و من در راز مرگ می اندیشیدم.
فعب الله الا اخفاءه، اما خدا نخواست که این راز رو بر من بگشاید. هیهات سر المکنون، یک راز پوشیده است. ببینید راجع به مرگ می اندیشیده واقعا که این چه جور چیزیست، چه حادثیست، بر ما چه خواهد رفت، و میگه خدا بر من پاش نکرد این راز رو. البته اون مترجم نهج البلاغه توی پرانتز نوشته خدا بر من فاش کرد، پرانتز بسته، ولی من نمیخوام بگم. حالا شما خودتون دارید بخونید ببینید واقعا جمله ایشون معناش اینه. ولی این که سر مکنون یک راز پوشیده و مکتومیست، این به صراحت در اونجا داره. و بعدن یک حالت نوستالژیک رومانتیکی به علی دست میده در همونجا. میگه اگر من ماندم که ماندم، ان ثبتت المطعت و فی هذه المذلت فذاک، اما اگر رفتم، یادتون باشه ما با هم زیر سایه درخت ها چقدر قدم میزدیم. کلماتی که شما کمتر از علی میشنوید، مثل اینکه یه عاشقی، یه کسی که به گذشته زندگیش نگاه میکنه، خوشیهای خودش رو به یاد میاره، حوادث دلپذیری که بر او گذشته است، در همون نزدیکهای مرگ در جلوی چشم او اینا رژه میروند، اینها رو بیان میکنه. و بعدش هم خب البته با کمال آرامش دل از این جهان میره. وقتی که خب به او ضربت زدن، گفت فوزت و رب الکعبه، واقعا درست گفت، راحت شدن. حقیقتا زندگی راحتی نداشت، حقیقتا. یعنی کل این نهج البلاغه رو شما بخوانید، مردی بود که جهان، جامعه، تاریخ بر او سخت گرفته بود، سخت گرفته بود، ناشناخته مانده بود در میان قوم خودش. نمیشه تصور کرد یه آدمی پدید آورنده این کتابی که پر از عظمت و پر از حکمت است، این آدم چجوری زندگی میکرده در میان اون قوم. من نمیتونم اصلا تصور بکنم. به قول خودش، بدنش پاش روی زمین، سری در آسمان، و در این حال به کوچکترین و خردترین کارهای سیاسی، جنگی، حکومتی، خصومت هایی که از ناحیه کجبینان و تنگ نظران بر او وارد می شد، با اینها هم سر و کار می داشته. برای هر کدوم اونها هم باید یک راه حلی می اندیشیده، ولی دری پر از قصه داشته دیگه. ما در حکایات خوانده ایم، معلوم نیست خیلی موثق باشه، ولی گفتن که می رفت و سرشو در چاه می کرد و غمهاشو اونجا می گفت. مولانا هم به همین اشاره میکنه، میگوید که چون بخواهم که از غمت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. در مقابله با حسام الدین میگه منم اگه میخوام غمهای تو رو بگم، مثل علی میرم و سرم رو در چاه میکنم. مست گشتم خیش بر قوغا زنم، چه چه باشد خیمه بر صحرا زنم. خب یکی از چیزهای دل او رو بسیار خون کرد خوارج بودن. این خوارج آدمای عجیبی بودن و اینها نسبت کفر به علی می دادن، و شما می دانید که چه اتفاقاتی افتاد و خوارج چه مصیبتی برای عالم اسلام به بار آوردن و علی تا کجا با اینها مسالمت و مدارا کرد. در نهج البلاغه هست که مادامی که اینها دست به اسلحه نبردن، منم دست به اسلحه نمی برم. اما همین که اینها دیگه بخوان سلاح بکشن و شمشیر بکشن، مجبورم که با اونها رو در رو شدم و رو در رو هم شد. فتنه ما امروز خیلی میشنویم، ولی در زمان امام علی این فتنه بود. یعنی خدا علی این رو فتنه خواند و با اونها مقابله کرد. و در نهج البلاغه هست که با کمال افتخار و شجاعت میگه انا فقعت عین الفتنه، من چشم فتنه رو در آوردم، که هیچ کسی جرأت نداشت. برای اینکه آدمایی بودن به ظاهر خیلی عابد بودن، به ظاهر خیلی متشرع بودن، اما بسیار کج فکر و بسیار خشن، اینش خیلی بد بود، بسیار اهل خشونت. با اینها مقابله کردن حقیقتا دل شیر میخواست و کسی رو میخواست که دست کم از اونها پرستیژ دینی و آوازه مذهبی بالاتری داشته باشه، کسانی که جرأت میکردن که به علی بگن که تو کافری. حالا ما از داستان تاریخی این ماجرا که بیایم بیرون،
اونی که میتونه برای ما درس آموز باشه چند چیزه که دوست دارم اونها رو براتون بگم. خب شما میدونید ماجرای ابو موسی اشعری بود و حکمیتی و بالاخره که در اونجا هم دیگه اشتباهات بزرگی صورت گرفت. یعنی این ابو موسی اشعری با اینکه آدمی بود، آدم خوشنامی بود، جزء جمع آورندگان قرآن بود، وقتی که عثمان قرآن رو جمع آوری میکرد یکی از کسانی که یک نسخه قرآن رو داشت ابو موسی اشعری بود، جزء کاتبان وحی بود، مسئولیت های مختلف داشت. خب ایشون انتخاب شد، از اون برم البته عمرو بن عاص انتخاب شد و اینها در جلسه خصوصی نشستند و تصویب کردند که هم معاویه و هم علی رو از حکومت عزل کنن تا بعد مسلمین برای خودشون یک کسی دیگه ای رو انتخاب کنن. اینا نشستن و اینا رو پخته کردن با هم، بعدم گفتن میریم اعلام میکنیم. اومدن رو جناب ابو موسی گفت که من مثل انگشتری که از انگشتم آوردم بیرون علی رو عزل کردن. آقای عمرو بن عاص هم گفت من مثل این انگشتری که در دستم میکنم معاویه رو نصب کردم. یعنی کلا گذاشت سر این آدم. دیگه ابو موسی اشعری مشهور شد به اینکه شخص فریب خورده است. با ابو موسی اشعری من سخنم این است، ابن عباس رو امام علی فرستاد، گفت خب میری با این قوم مهاجه میکنی، مهمی به او گفت، گفت ببین با قرآن با اینا استدلال نکن، برای اینکه قرآن چند پهلوه، تقول و یقولون، تو میگی اونا هم میگن، استدلال به جایی نمیرسه، به تاریخ پیغمبر با اینا مهاجه کن، یعنی با مسائل جزئی مشخص خاص بگو پیامبر اینجا چنین گفتن، اونجا چنان کردن، اونا تکلیفش معلومه، اونا برون شو نداره، اونها رو نمیتوان تفره رد. این از اون سخنان خیلی مهمه. حتی این آقای نصر حابد اموزید که از قرآن شناسان خیلی بزرگ معاصر ما بود و چند سال پیش متاسفانه درگذشت، در آثار خودش این سخن علی ابن ابی طالب رو بارها ذکر میکنه که قرآن حمال ذو وجوه هست، یعنی چند احتمال در قرآن میرود، هر آیه رو که مطرح بکنی می شود گفت که معناش اینه، منظور این بوده یا منظور او بوده. و مخصوصا نکته دیگری رو علی در اینجا گفت که بازم برای قرآن شناسان، قرآن خوانان و مؤمنان جای تأمل داره. گفت قرآن صامت است، خودش حرف نمیزنه، یک کسی باید او رو به حرف بیاره. توجه میکنید الا فستنطقوه ولن ینطق، خودش زبان نداره. من یادمه وقتی که من کتاب قبض و بسط رو نوشتم، یک کسی در جواب من یک کتاب نوشت، اسم کتابش رو گذاشته شریعت صامت، بعد گفت بود فلانی میگه قرآن صامته، یعنی نطق نمی کنه، حرف نمی زنه. بعدم گفته بود این مجموعه تمام زلالت‌های مغرب زمینه. میخواستم دست ایشونو بگیرم بگم شما این نهج البلاغه ورق بزنید لطفاً، اینو من نمی، این 1400 سال پیش حرفی است که علی میزد، میگفت این قرآن لن ینطق، خودش زبان نداره، باید به زبان آوردش، و به زبان آوردنش یعنی خیلی چیزای دیگه رو در میان باید بیاری، همطور که منم نمیشه، یعنی پیش‌فرض‌هایی رو تا این به حرف بیاد، تا معلوم بشه که اصلا چی میخواد بگه. همینطوری نگاه کردن و لغت‌ها رو از تو کتاب لغت درآوردن مطلقاً کار ما رو نمی‌سازد و جواب نمی‌دهد. این قرآن هم ذو وجوه هست هم صامت است. شما امروز پیدا بکنید کسانی که این درس رو از علی گرفته باشن. نکته دیگری براتون بگم، این در باب قرآن است که مولا علی میگه و خب سخن خیلی مهمی است، هر چی شما دربارش فکر کنید جا داره. من رو برده بودن وزارت اطلاعات، بار دوم سوم بود، از قضا توی اتاق نشسته بودم، یه نهج البلاغه اونجاست، آقایی هم که نشسته بود که حالا بعداً از ما بازپرسی بکنه، من نهج البلاغه رو وا کردم و طبقا همین اوائل نهج البلاغه یه جمله از مولا علی هست که فوق العاده است، در باب وضعیتی که اعراب داشتن و در آن وضعیت پیامبر ظاهر شد. ایشون برای اعراب توضیح میده که شما یادتون باشه چجوری بودید و پیامبر آمد چجوری شدید. این حرف رو کی میزنه؟ علی 30 سال بعد از وفات پیامبر.
میگه به امروزتون نگاه نکنید که خاورمیانه رو فتح کردید، به امروزتون نگاه نکنید خصومت‌های قبیلگیتون از میان رفته، به امروزتون نگاه نکنید که ثروتمند شدید، خونه دارید، زمین دارید، نخلستان دارید. به یاد وقتی بیاشید که آبی که می‌خوردید متعفن بود. عیناً این تعبیرات رو علی داره، هم از محیط جغرافیایی اونا سخن میگه که در چه محیط جغرافیایی فوق‌العاده کثیف و پلید و ناگواری زندگی میکردن، هم از محیط اجتماعیشون. میگه در این حال اینم یادتون باشه وضع فرهنگی شما این بود، به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. شما در جامعه زندگی میکردید که به دهن آدمای فهمیده لجام زده بودن و آدمای نادان اینا بر صدر می نشستند و عزت می یافتند. یه چنین جامعه‌ای بود که پیامبر اومد و معکوسش کرد. من به اون آقا گفتم که شما اینا رو قبول دارید؟ شما این جمله مولا علی رو خوندید، می دونید یعنی چی؟ یه چنین جامعه یعنی چی که احتیاج به پیامبر داره؟ جامعه‌ای که آدمای دانا دهان بند زده شده اند و آدمای نادان بالای منبرها و پشت تریبونا و در مسندهای سیاست نشستن. این توصیفی است که علی از روزگار خودش میکنه، از روزگار ظهور و بعثت پیامبر میکنه. نهایت دقت نظر او رو نشان میدهد که به چه نقطه های مهم فرهنگی توجه داشت. به همین دلیل هم در خطبه های نهج البلاغه هست و این دیگه مشهوره. من یه بار یادم در همین کالیفرنیا سخنرانی میکردم، بعضی از من نشونیشو میخواستن تو نهج البلاغه میگه راحت پیدا کنید. ایشون به مردم وقتی که سخنرانی میکرد گفتن لا تکفوا مشورتا بعدلا او مقالتا بحق، لطفاً از این که بیاد به من مشورت بدید و حق بگید دریغ نکنید. من به سخنان شما، به مشورت های شما محتاجم. نگفتن که من امامم، علم غیب بلدم، همه چیز میدونم، به شما هم هیچ احتیاج ندارم، شما فقط وظیفتون اینه که من گفتن از شما شنفتن و اطاعت کردن. هیچ وقت هم چیزی نگفتن. گفتن که لا تکفوا عن مشورت بعدل او مقالت بحق ولا تظنوا بی استسقال للحق ان یقال بی. فکر نکنید حق شنیدن برای من گران است، چون کسی که شنیدن حق برای او گران است، عمل کردن به حق برای او گرانتر خواهد. ولذا بیاید، لطفاً بیاید. در نامه مالک اشتر یکی از نکات درخشانی که ایشان آورده است این است، میگوید من چند بار از پیغمبر شنیدم، غیر مرتن، یعنی بیش از یک بار از پیامبر شنیدم که جامعه ای که ضعیف ها نتونن حق خودشون را از قوی ترها بدون لکنت زبان بگیرن، اون جامعه جامعه پاک و مقدس و جامعه مطلوبی نیست. لن تقدس امت لا یؤخذ فیها حق الضعیف من القوی غیر متفعت، یعنی بدون لکنت زبان شما یک آدم زیردست باید بتوانید با شجاعت، با جرأت و با دلیری وایسید و از زبردستان و از قوی تران حق خودتون رو طلب بکنید. حالا از این فراتر می رود امام علی. یک جمله ای داره که این جمله رو باید در ابتدای کتاب های سیاست نامه نوشت. ایشون خب بعد از اینکه بر سر کار آمدن گفتن که من به عدل و به عدالت عمل خواهم کرد. بعد گفتن که من میدونم که عدالت برای عده‌ای سخته، یعنی وقتی که عدالت رو اجرا میکنی به همه خوش نمیگذره، برای عده‌ای ناگواره. اما این نکته رو اضافه کردن، فإن فی العدل ساعتاً و من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیق. عدل یه ظرفیت و فراخنای خاصی داره، اما شما بدونید بی عدالتی تنگ تر از عدالت است. اگه بخوایم به زبون امروز بگیم، بی قانونی بدتر از قانون است. ممکنه قانون سخت بشه تا شما پاتون کج بذارید گریبانتون رو بگیرن، اما قانون نداشتن و هرج و مرج خیلی بدتر است از قانونی که بر شما سخت میگیره. این اندیشه بود که خب علی در حکومت خودش اون رو اجرا میکرد. خب وقتی که شما این داستان رو هم شنیدید، منم یادآوری میکنم ایامی است که متعلق به امام علی است که ایشان برادرش عقیل
رفت پیشش و گفت آقا یه ذره سهمیه بیشتر به من بده. در خود نهج البلاغه در جلد چهارم عقیل نابینا بود، نمیدید. ایشون میگن که او نمیدید، من هم کار خودم میکردم، یک قطعه آهنی رو برداشتم و داغ کردم. فاحمیت لها حدیدتن ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها، اینو بردم نزدیک بدنش، یک مرتبه زج زجی جزیدن فی من علمها و کاد ان یحترق من میسمها، فریاد کشید داشت میسوخت. گفتم بهش عقیل تو از این میترسی وقت منو میخوای به آتش جهنم بندازی؟ اتا اینو من العزا ولا اینو من لزا. و وقت بعد چند تا نکته رو ایشون میگه، میگه یکی اینکه یه شب یه کسی بر من رشوه آورده بود، تارق ترقنا به ملفوفت وی و آه ها و معجونت شنه اتها که انما اجنت بریق حیت و قیه ها، برای من اصل آورده بود، یه کوزه اصل، اصلی که توش زهر مار بود به تعبیر ایشون. گفتم این چیه برای ما آوردی؟ اصلتون ام زکاتون ام صدقتون، زکات صدقه است، کل ذالک محرمون علینا اهل البیت، ما اهل بیت زکات نمیگیریم، صدقه نمیگیریم. و برای چی بر من؟ گفت نه آقا لازا و لازاک ولکنها هدیه. گفت نه هدیه آوردم، اینا هیچ کدوم این هست که میگه. من بهش فریاد زدم، گفتم حبلت کل حبول ان دین الله اتیتنی لتخدعنی ام مختبتون ام زی جنتن ام تهجور، گفتم هزیان میگی، دیوانه ای، یاوه میگی، میخوای سر منو کلا بذاری. و بعد گفتم که ایشون میگن که، گفتم که اگر تمام دنیا رو به من بدن برای اینکه من از دهان یک مورچه یک پر جو رو بیرون بکشم، من این کار رو نخواهم کرد، این مقدار هم ظلم نخواهم کرد. خب دیگه ما میدونیم دیگه این سختگیری های علیوار رو، و خب همینا هم البته کار رو برو دشوار کرد. کسانی هستن که معتقدن که ایشون شاید هم اونچنان که باید سیاست مدار نبود، برای اینکه به هر حال سیاست یه جور ماکیاولیزمی میخواد دیگه خلاصش، یعنی ماکیاولی وقتی که آمد و درس سیاست داد نگفت این چنین باشید، گفت تا امروز همه اینجوری بودن و اگر میخواید سیاست رو در اختیار داشته باشید باید این چنین باشید. در مقابل معاویه، همین معاویه‌ای که بالاخره علی نتونست از پس او بر بیاد، با اصناف حیل به هر حال او رو کنار زد. یه زنی رفته بود پیش معاویه بعد از وفات، بعد از شهادت علی بود، و یه مقدار بگو مگو کرد با علی، با معاویه. او چیزایی گفت، اینم جوابش رو داد. بعد معاویه خب آدمی بود سیاست، برگشت بهش گفت خدا، البته کلمه خوبی نگفت، مثلا خدا نیامرزه علی رو، به شماها اون یاد داد که جلوی حاکم وایسید و حرف بزنید، اون یادتون داد، والا تو جرأت نمی کردی با من اینطوری حرف بزنی. خب این سنت رو هم نهاد در میان قوم خودش، به اونا یاد داد که نه تنها با خودش بلکه با دیگران هم این چنین باشن. اما بالاخره در عالم سیاست کسی که امر آس رو داشت، وقتی علی میگفتش که والله ما معاویه تو بعدها منی، معاویه از من زیرکتر نیست، ولی من نمیخوام خدعه بکنم و او خدعه میکنه، و به این ترتیب بود که خب به هر حال عمرش که وفا نکرد و به دست خوارج به شهادت رسید و برنامه های خودش رو هم نتونست اجرا بکنه. من نتیجه‌ای که میخوام بگیرم، ما چند جور علی میشناسیم و همه این علی ها خیلی عالی است، همشون درس آموزن، همشون میتونن معلم ما باشن. علی که شجاع بود، علی که مطیع پیامبر بود، علی که حکیم بود، علی که عابد بود و خاضع بود، علی که مرگندیش بود، علی که ادیب بود، همه اینها میتواند برای ما الگو باشد، الگوی شخصیتی باشد. و از همه بالاتر آشناتر شدن با این شخصیت است. در روح ما روح شجاعت میدمد، در ما روح بلاغت میدمد، در ما روح صداقت میدمد، روح عبادت میدمد، روح مرگندیشی میدمد. به جای اینکه یه شخصیت تک بعدی در این آدم ببینیم،
همه این وجوه رو در کنار هم باید در اون ببینیم. اون وقت وقتی که آدم از مسلمانی دم میزنه، از پیرو علی بودن دم میزنه، براش معنادار میشه. بذارید من آخرین کلماتم رو اینچنین بگویم و سخنم رو اینجوری تمام کنم. ببینید ما شیعه ایم، ما خودمون رو شیعیان علی میتونیم، دعوایی هم البته با اهل سنت نداریم، اونا هم مسلمانن، ما هم انشاءالله مسلمانیم، هممون مسلمانیم. من میخوام به شما بگم پیرو علی بودن تو بیان به سیف سایده، یعنی به هر حال مسلمانی رو شما میخواد یاد بگیرید بعد از علی یاد بگیرید. در میان پیروان پیامبر و یاران او برجسته تر از علی ما نداریم، به اتفاق همه مسلمین، به اتفاق همه مسلمین. شریعتی خدا رحمتش کنه، ما در این ایام باید خیلی یاد او بکنیم، عاشق دلسوخته علی بود و وقتی سخن از او میگفت مثل عاشقی نسبت به معشوق. یه کلامی داره که من بسیار میپسندم و در نوشته های خودم هم آوردم و اینجا یادآوری میکنم. میگه ما علی رو گرفتیم که پیغمبر رو گم نکنیم، نه اینکه از علی پیغمبر دیگه بسازیم. ببینید ما در واقع خاندان پیامبر رو و علی رو که پیشوا قرار میدیم و میشناسیم، برای اینکه میدونیم دست کم دیگران رو ترد نمی کنیم، ولی دست کم در اینجا میشه اسلام رو پیدا کرد اونطوری که پیغمبر میخواسته، نزد علی و نزد فرزندانش. دیگران هم در هر جای دیگه پیدا میکنن بکنن، اشکالی نداره، بنده قائل به پلورالیسم هم. همه اینها تفسیرهای مختلف از اسلامه، اما برای اینکه کارمون دفاع پذیر باشه، حقیقتش این است که در این خاندان اونی که میخواد مسلمون باشه، مسلمونش میتونه از این خاندان بگیره، هیچ مشکلی و شبهی هم نداشته باشه، چه اونجایی که عقاید درس میدن، چه اونجایی که فقه میگن و چه اخلاق میگن و هر چیز دیگری. شیعیانی خب از ابتدا مشکلی داشتن دیگه با اهل سنت و جماعت، بالاخره یه انشعابی بودن، یه انشعاب عقیدتی سیاسی، جنبه های سیاسی کار رو مشکل کرد. شیعیان یه بدعت های بدی گذاشتن، یکیش این بود که بزرگان اهل سنت رو مورد سب و لعن قرار دادن، یکیش این بود که قائل به تحریف قرآن شدن. این سنگین تمام شد برای تشیع در طول تاریخ. اون سررشته ای رو که به دست گرفته بودن، یعنی پیروی ازلی برای گم نکردن پیامبر، این گم شد، لای نزاع‌های سیاسی و عقیدتی بی حاصل گم شد. شیعه معرفی شد به کسانی که الان شما وقتی که نگاه کنید کتاب‌های پولمیکی که علیه شیعه می‌نویسن، کسانی که معتقد به تحریف قرآن، کسانی که معتقد به سب و لعن صحابه هستن و چیزایی از این قبیل، و بعد هم رفت دنبال بزرگ کردن یه حوادثی که این حوادث معلوم نبود سندیت تاریخی داشته باشه، مثل شکستن پهلوی فاطمه و چیزایی از این قبیل، و خودش رو اینطوری تعریف کرد و اینچنین ابراز هویت کرد. شما اگر این زوائد رو کنار بزنید که باید ما کنار بزنیم و به طور تاریخی برای ما بیش از این که فایده داشته باشه مشکل آفریده، اینا رو شما کنار بزنید، واقعا راه علی هیچ کی نمیتونه انکار کند که راه پیامبر است، راه فرزندان علی راه. اما من که دوست داریم علی رو معنیش نیست که به دیگران فحش بدیم، دوست داریم علی رو معنیش نیست که بگیم که تو قرآن یه آیه های راجع به علی بوده که دشمنای علی از قرآن حذف کردن. اینا اون ایده درخشان تابناک اصلی رو تیره و تار کرده است، به طوری که تشیع امروز بعد از خودش دفاع بکنه در مقابل اینا. شما میتونید یک شیعه خیلی خوب باشید، یک علی دوست باشید و یک پیامبر دوست باشید، اسلامتون رو از دست علی بگیرید، اسلامتون رو از دست خاندان علی بگیرید، از نهج البلاغه بگیرید و از قرآن بگیرید، بدون اینکه اون تحریف ها و اون کجروی های تاریخی رو تکرار بکنید. یه شیعه خیلی پاک، درست و حسابی، اونچنان که هم پیامبر میپسنده و هم خود علی میپسنده، بدون اینکه تعریضی به دیگران داشته باشیم. این میراث علوی است، میراث علی است که برای ما باقی مانده. از زمان آل بویه رو من اضافه کنم، شیعیان به خود آمدند،
این کتاب اعتقادات صدوق که در همون موقع نوشته شد، کتاب تهذیب یا استبصار که در همون موقع نوشته شد، شما اینا رو بخونید. همین صدوق در اعتقادات خودش میگه من این کتاب رو دارم می‌نویسم برای اینکه تعداد زیادی از شیعیان سنی شدند به خاطر حرفایی که ما زدیم و کارهایی که ما کردیم. شیخ طوسی کتاب استبصار رو در ابتداش نوشته من این کتاب دارم می‌نویسم برای اینکه اینقدر اختلاف در روایات شیعه است که خیلی سنی شدند. خب شیخ صدوق چیکار میکنه؟ ارتودکسی شیعه رو بنا میکنه. در اونجاست که میگه ما قائل به تحریف قرآن نیستیم، در اونجاست که این حرفا رو اونجا میزنه. تا قبل از او شیعیان اصلا حرفاشون اینا بود، البته دوران پیر ارتودکسی بود، یعنی سیال بود همه چیز. وقتی که آمدند و نشستند و اعتقادات شیعه رو نوشتند، خب اینا رو صاف و صوف کردند و در یک مجموعه معقولی گنجاندند. امروز دوستان گرامی ما، معجزه علی این نیست که به قول اون واعظ میگفتش که توی بچگیش میگفت هیدر یعنی هیدر یعنی اژدها رو پاره میکنه، گفت قنداقی، بچه قنداقی بود علی که یک اژدهایی بهش حمله کردی گرفت دهن اژدها رو جر داد، بنابراین هیدره. اینا والا معجزات علی نیست. میگفت علی سه روزه بود که ابو سفیان بغلش کرد، این چنون سیلی زد به صورت ابو سفیان که تا آخر عمرش گردن ابو سفیان کج بود. خب اینا اون شیعیانن، اون شیعیان ها، اون شیعیان کم نیستن، منبر دارن، محراب دارن، کتاب دارن، پیرو دارن، سینه زن دارن، حزب اللهی دارن، همه اینا رو دارن، ولی اون تشیع نیست واقعا. اونا انحراف از اسلام، از انحراف از تشیع است. من اینجا به صراحت به شما بگم ببینید این زوائد رو شما بپیرایید، فقط این چنین فکر کنید، حتی به اسمت علی هم فکر نکنید، به علم غیب داشتنش هم فکر، هیچ کدوم اینا نه. کانالی که از اون کانال میشه محمد رو گرفت و محمد رو داشت و قرآن رو فهمید، همین، چیزی بیش از این نیست. حقیقت تشیع همین است. این همه زوائد که بعداً بر او انباشتند و در طول تاریخ پدید آوردند و این نفرت ها و کینه هایی که پدید آمده، اینها رو ما با یک حرکت علویوار باید فرو بریزیم و انشاءالله سبک بار سیر کنیم و راهمون رو در این میان کجراه ها پیدا کنیم. با شعر مولانا ختم می کنم که ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای بابو از اون چه دیده ای. باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسند از تو قشورن در لباب. سلام بر همه روزداران، بر همه مؤمنان، بر همه پاکان، همه مشکل نفسان، همه پاکیزه جانان. سلام بر همه مسلمانان، بر همه بندگان خوب خداوند و سلام بر شما عزیزان که اینجا هستید. امیدوارم که شبهای قدر بر همه شما مبارک باشه. انگام دعا کردن همه مسلمانان، همه مردم روی زمین رو در نظر بگیرید. خیر و سعادتی که میخواهید برای همگان بخواهید، از شما چیزی کم گذاشته نمیشه و برکات خداوند هم وسیع است. و السلام علیکم و رحمت الله.